بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام، خسته نباشید خدمت همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم در هر گوشه و کنار از مملکت عزیز ما که قرار دارین از تمام آفات و بلاها در امان باشید و در امان بمانید. استاد رضایی هستم، با ادامه درس مضمون بیولوژی صنف 11 هم در خدمت شما قرار دارم. خب شاگردان عزیز، قسمی که شما در جریان هستید، درس امروز درس 23 است. درس 22 جلسه قبلی بود که من براتون کارخانگی هم داده بودم. خب ببینید شاگردان عزیز، کارخانگی را حتما حل کرده اید، اما کسایی که حل نکردن، کدام سوالش از پیشان مانده، خوب دقت بکنن و جوابشان را میگم. خب من گفته بودم که انرژی نوری توسط کدام نباتات به انرژی کیمیایی تبدیل میشه؟ توسط حیوانات. و سوال اول گفته بودم که انرژی نوری توسط کدام موجودات و انرژی کیمیایی تبدیل میشه و تحت کدام عملیه حیوانات میتونه از این انرژی استفاده بکنه. دو تا موجودات زنده، دو نوع، یک نباتات، دیگه چی بود؟ الجی ها. اینی دو نوع موجودات میتونه که انرژی نوری رو به انرژی کیمیایی تبدیل کنه. به خاطر چی؟ به خاطر که اینا عملیه فتوسنتز کرده میتونن. صحیح شد؟ دیگه گفته بودم باز حیوانات تحت کدام عملیه و از کدام انرژی میتونه که استفاده بکنه. باز حیوانات میتونه که تحت عملیه تنفس حجروی از ATP استفاده بکنه. سوال دیگه ما بود که ATP مخفف چی است؟ ATP مخفف ادینوزین ترای فاسفیت است. ادینوزین ترایفاسفیت درست است؟ مخفف ادینوزین ترایفاسفیت. ادینوزین خودش قلوی است، ترایفاسفیت یعنی سه دونه فاسفیت. رقمی گفته بودم چه رقم استفاده میکنه ببینید. به این شکل اکسیژن است، اینجا فاسفیت است، اینجا اگر مثلا قلوی ها باشه به این شکل سه دونه فاسفیت. زمانی که این رابطه ها میشکنه انرژی آزاد میشه، از تبدیل میشه باز یک دونهش خلاص شد، تبدیل میشه به ADP یعنی ادینوزین دایفاسفیت. دیگهش از بین رفت، باز میشه چی؟ ادینوزین مونوفاسفید، یعنی یک دانه فاسفید داره. درست است؟ دیگه در رابطه با فتوسنتز گفته بودم که اهمیتش را بنویسید، حداقل چهار اهمیت عملی فتوسنتز را بنویسید. یک، چهار اهمیتش، اکسیژن آزاد میکنه برای ما، شما اکسیژن میسازه. دوم، منبع غذایی است، یعنی غذا سازی میکنه. گفته منبع گفته نمیتونیم، میگیم که غذا سازی میکنه. پس باشه ایره بخی اصلاح بکنم، غذا سازی. یک وقت اشتباه درک نکنین. دیگه چی؟ باعث حفظ درجه حرارت میشه. بخاطر چی؟ بخاطر کاربون دی اکساید اینا جذب میکنه. وقت کاربون دی اکساید اینا گرفت از پیش خند میسازه. گفتم خاصیت کاربون دی اکساید جذب نور است، کاربون دی اکساید در هوا زیاد شده رفت، باز اینا جذب چی؟ بخش جذب حرارت است. حرارت جذب کنه میره که باعث چی میشه؟ باعث گرین هاوس، گرین هاوس افکت میشه. گرین هاوس افکت درست است، یعنی گازات گلخانه ای. دیگه اهمیت ترکیب زیایی فتوسنتز چی است؟ اهمیت دیگه ترکیب زیایی یا فتوسنتز چی است؟ محیط پاک میسازه. محیط پاک میسازه. چطور؟ بخاطر کاربون دی اکساید و دودهایی که در هوا معلق هستن، باعث آلودگی هوا شدن، اونا رو چیکار میکنه؟ جذب میکنه، از پیشش انرژی جور میکنه. خب شاگردای عزیز، درس امروزی چی است؟ یادتان مانده دیگه، درس امروزی رو من گفته بودم که چی است، حتما کدام عنوان است باید یادتان مانده باشد. بله، درس امروزی ما و شما در رابطه با خلاصه فصل چهارم است. خلاصه فصل چهارم صفحه چند است؟ صفحه 57 کتاب باز کردین؟ صفحه 57. خب شاگردان عزیز ببینین، ما شما در فصل چهارم در رابطه با میتابولیزم گپ زدیم. در رابطه با چی؟ میتابولیزم. دیگه در رابطه با چی گپ زدیم؟
عمله فوتوسنتزیس، فوتوسنتز دیگه در رابطه با چی گپ زدیم؟ در رابطه با کلورو پلاست گپ زدیم دیگه. در کدام ساختمان کلوروپلاست و همچنان ما شما در رابطه با عوامل مربوطه به فوتوسنتز دیگه چی؟ در رابطه با عوامل تأثیرگذار بالای فوتوسنتز دیگه چی بود؟ دیگه ما شما در رابطه با ساخته شدن ATP گپ زدیم دیگه چی بود؟ اهمیت عمله ترکیب زیایی گپ زدیم دیگه؟ یک عنوان دیگه هم یک عنوان مهم دیگه هم باید مانده باشه. در رابطه با برگ گپ زدیم، آفرین. در رابطه با چی؟ در بالا نوشته میکنیم که یادمون نره. در رابطه با برگ و ساختمان برگ. خب از میتابولیزم شروع میکنیم. ببین شاگرد عزیز، میتابولیزم چی است؟ بدن ما شما وقتی که انرژی را از بیرون میگیره، من مواد غذایی را از بیرون میگیره، اینا به خودی خود تبدیل به انرژی نمیشه، بلکه تحت یک عملیه تبدیل به انرژی میشه که او عملیه را چی یاد میکنه؟ میتابولیزم. پس گفته میتونیم میتابولیزم تمام فعل انفعالاتی که در بدن موجودات زنده رخ میده و در اثر از انرژی ساخته میشه و باعث بقای موجودات زنده میشه، برش چی میگه؟ میتابولیزم. خب این در فصلهای بعدی خود خواندیم، اما فصل چهارم بیشتر روی عمله فتوسنتز است. پس میگیم عمله فتوسنتز چی است؟ فتوسنتز خودش یک کلمه یونانی است که از دو کلمه گرفته شده بود، یکی فوتو به معنای نور، یکی سنتز به معنای ترکیب، یعنی ترکیب از نور، درست است؟ پس میگیم ترکیب زیایی فتوسنتز عملیه‌ای که نباتات از انرژی نوری، انرژی کیمیاوی میسازد. خب ببینید در اینجا بسیار بحث زیاد وجود داره، عملیه‌ای که نباتات از انرژی نوری انرژی کیمیاوی میسازد، این به خودی خود ساخته نمیشه. اینا روی فرمولش کار میکنیم. ببینید کدام عوامل مهم است؟ کربن دی اکساید، جمعی H2O آب، دیگه چی؟ در موجودیت نور و کلورو فیل. صحیح شد؟ چی میساز از چی؟ 6 H12O6 جمعی 6 بخشید 6 اکسیجن آزاد میشه، درست است؟ این انرژی کیمیاوی، درست است؟ بسیار. در رابطه با کلوروپلاست گپ زدیم، گفتیم کلوروپلاست قسمت سبزی نبات است و قسمتی که در اونجا عملیه فتوسنتز انجام میشه. خود ساختمان کلوروپلاست ببینید چیگونه بود. کلوروپلاست در داخل خود دو ساختمان دیگه داشت که به نام گرانا و استروما. باز در داخل گرانا خودش دانه های بسیار خرد خرد دیگه دانه معلوم میشد که به نام چی یاد میشد؟ به نام تیلاکوئید یاد میشد. تیلاکوئید، صحیح شد؟ وظیفه تیلاکوئید چی بود؟ وظیفه تیلاکوئید ذخیره انرژی، درست است؟ ذخیره انرژی میباشه. خب اینا رو ببینید، روی عمله فتوسنتز هم بخیر گپ میزنیم. عمله فتوسنتز تا دو مرحله صورت میگیرد. یک مرحله فتوسنتز تا دو مرحله، یک مرحله روشن داشتیم، دیگه مرحله تاریک داشتیم. ببینید مرحله روشن در کجا صورت میگرفت؟ در گرانا صورت میگرفت و مرحله تاریک در استروما، درست است؟ از نامش پیداست اینجا نور وجود داره اما اینجا نور وجود نداره. تحت عمله روشن آب تبدیل به هیدروژن و اکسیژن میشد که اکسیژن زی آزاد میشد، اما هیدروژن زی میامد در مرحله دوم که برای از مرحله تاریک بود و همچنان کربن دای اکسایدی که از هوا نباتات گرفته بود، این کربن دای اکساید تحت انزایم ها تبدیل به کربوهیدرات میشه و کربوهیدرات که از کربن دای اکساید جور شده و همچنان هیدروژنی که این از 24 مولکول هیدروژنی که تحت عملیه روشن چکار شده؟ آزاد شده، میآید تحت عملیه تاریک که در استروما قرار میگیره که تحت از عملیه به صورت عمومی چی جور میشه؟
قند جور میشه. صحیح شد شاگرد عزیز؟ خب بسیار خوب. این دفعه روی برگ گپ میزنیم. چی برگ؟ به صورت ما مرور کلی فصل است. میتابولیزم رویش بحث کردیم، فتوسنتز بحث کردیم، الان بحث کردیم. این دفعه در رابطه به چی میباشه برگ؟ برگ گفتیم کارخانه غذاسازی نبات شمرده میشه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه روزنه های سوراخ های داره، برای مستمات ها یاد میشه و همچنان کلروفیل داره. صحیح شد. اگر به یک مقطع ارزانی برگ ما شما مشاهده بکنیم، این اینجا اپیدرمیسی بالایی است و در این قسمت اپیدرمیسی چی است؟ پایانی یا پایینی. صحیح شد. ببینید در اپیدرمیسی پایینی استوماتها ها وجود داره که توسط حجرات محافظ یا گاردسل چیکار شده؟ محافظت میشه اینا. صحیح شد. و همچنان در داخل برگ کدام ساختمان دیده میشه؟ میزوفیل دیده میشه. این قسمت، این رقم یک حجرات دراز دراز و چارکنج معلوم میشد که به نام پالیسید یاد میکنه را. به نام چی؟ پالیسید. درست است؟ و در قسمت پایینی میزوفیل، در قسمت پایینی میزوفیل قسمت اسفنجی است. به خاطر چی؟ به خاطر که حجرات از همدیگه دور دور قرار داره و نرم است. از خاطر میگه اسفنجی مانند. و همچنان در داخل برگ دیگه چی وجود داشت؟ به این شکل مثلا انساج انتقالی. انساج انتقالی ببینید اگر یک چوب عرب بکنی به این شکل ساختمان ها دیده میشه که انساج انتقالی به این شکل لویز مخطایش به نام حلقه کامبیوم یاد میشه یا حلقه سالانه خواندین در سنف قبلی دیگه نیست، این به هفت تا باید خوانده باشین. به این شکل زایلم به طرف بیرون است و فلویم به طرف چی است؟ داخل است. پس اینی انساج انتقالی که در داخل برگ ها هم وجود داره. صحیح شد. همچنان بحث دیگه ای که ما شما داشتیم در رابطه به عوامل تأثیرگذار و عوامل مربوطه به ترکیب زایی بود. خب ببینید عوامل مربوطه به ترکیب زایی چهار دانه است که هر کدام از اگر نباشه ترکیب زایی عملی فتوسنتز انجام شده نمیتونه. پس عوامل مربوطه به ترکیب زایی در قدم اول ما شما میگیم نور است. نور از جمله عوامل مهم و ضروری است که باید باشه، چی مصنوعی باشه یا چی طبیعی یا نور آفتاب باشه. اگر نور نباشه عملی ترکیب زایی صورت گرفته نمیتونه. در نور زیاد عملی ترکیب زایی چه میشه؟ ضعیف میشه، کمتر میشه. و در نور مناسب عملی ترکیب زایی سرعتش بیشتر میشه و در نور کم هم ضعیف میشه و کم میشه. صحیح شد. و همچنان نور اگر تحت منشور تجزیه شود هفت موج و هفت رنگ چیکار میشه؟ اینجا دیده میشه که موجهای سرخ و موج آبی بسیار مهم است. درست است؟ و همچنان عوامل دیگه ای که مربوط به ترکیب زایی فتوسنتز میشه کربن دای اکساید است. کربن دای اکسایدی که ما شما در اون مراحل ترکیب زایی خواندیم از پیش از این قند یا کربوهیدرات ساخته میشه. پس بدون از این ترکیب زایی صورت گرفته نمیتونه. عوامل دیگه عبارت از کلروفیل. چی؟ کلروفیل. کلروفیلی که در موجودیت سبز رنگ شدن برگ ها شده و این باعث جذب نور میشه. کلروفیل توسط دو نوع موج چیکار میشه؟ این فعال میشه. یکی موج سرخ است، یکی موج بنفش هم میتونه باعث فعال شدن از این میشه. و هنگامی که فعال میشه این چقدر؟ 1% انرژی را از دست میده. درست شد؟ خب و همچنان شاگردای عزیز ببینید یک اصطلاح دیگه در کتاب شما اگر وقت من شاید گفته باشم به نام فلورنس. فلورنس چی است؟ ببینید میگه کلروفیل خاصیت فلورنس داره. فلورنس یعنی یک رقم انعکاس مانند. امواجی که کوتاه باشه اینا رو جذب میکنه، امواجی داره طویل باشه اینا رو دوباره انتشار و منعکس میسازه. ببینید وقتی که نور آفتاب بالای برگ میتابه یک رقم جلامانند، حالت جلامانند به خود میگیره که این میخودش ما گفتم میتونم خاصیت فلورنس است. صحیح شد. دیگه ما عامل مربوطه به ترکیب زایی آب بود. ما گفتیم که آب از جمله عامل مهم و ضروری است که بدون از این نمیتونه عمل ترکیب زایی صورت بگیره. وقتی که آب از طریق ریشه های نبات جذب میشه تا
تحت عملی فتوسنتز در مرحله روشن چیکار میشه؟ تبدیل به هیدروژن و اکسیژن میشه، اکسیژن از این خارج میشه و هیدروژن از این تبدیل به انرژی میشه. سه شد. و همچنان عوامل تاثیرگذار بالای ترکیب غذایی، عوامل تاثیرگذار حرارت است. عوامل تاثیرگذار چی میباشه؟ حرارت. ببینید حرارت در 15 الی 30 درجه سانتیگراد بسیار درجه حرارت مناسب برای عمل فتوسنتز است. اگر 35 درجه شوه ضعیف میشه ترکیب غذایی، این به ضعیفی سر. اگر 45 شوه چکار میشه؟ بیخی متوقف میشه. اما استثناءات وجود داشت. استثناءات چه رقم وجود داشت؟ بعض نباتات در مناطق سرد زندگی میکنن، بعض نباتات در مناطق بسیار گرم زندگی میکنن. ببینیم نباتات در مناطق سرد زندگی میکنن میتونه از 0 الی 10 درجه سانتیگراد هم چکار بکنه؟ عملی ترکیب غذایی را انجام بده. اما بعض نباتات که در درجه حرارت بسیار بالا زندگی میکنن، اینا چی؟ اینا حتی تا 50 درجه سانتیگراد هم میتونه عملی ترکیب غذایی را انجام بده. ساخته شدن ATP بود که ATP در از نشایسته ساخته میشه یا از گلوکوز. ببینید در قدم اول خب اگر نشایسته رو مد نظر بگیریم، باید تبدیل به گلوکوز شبه. بعد از ببینید نشایسته تحت عملی تنفس حجروی میایه گلوکوز رو میسازه. گلوکوز به یک مقدار حرارت همین چکار میشه؟ آزاد میشه. این باز میایه ATP رو میسازه و همچنان آب H2O آب آزاد میشه. ATP چی است؟ ATP ادینوزین ترایفاسفیت است که این خودش یک نوکلیوتاید است. در سایه قبلی هم نوکلیوتاید خواندیم که باز قند پنج کاربونه، گروه فاسفید و قلمه های یوزی نایتروژن دار است که از ATP ما شما میتونیم که چیکار بکنیم؟ من حیث انرژی استفاده کنیم. و همچنان اهمیت عملی ترکیب زینا اکسیژن برای ما شما آزاد میکنه، محیط پاک میسازه، درجه حرارت ثابت نگه میداره و همچنان اینا برای ما شما چیکار میکنه؟ غذا سازی میکنه. صحیح شد. خب شاگردای عزیز ببینین کارخانگی تان چی است؟ سوالات فصل دقیق مشاهده بکنین. جملات زیل را در کتابچه های خود بنویسید، در مقابل جمله صحیح حرف صاد و در مقابل جمله حرف غلط حرف غین را بنویسید. تعامل روشن در گرانا صورت میگیرد، درست است؟ بله درست است. تعامل روشن در گرانا صورت میگیرد. آب در داخل کلورپلاست با اکسیژن و هیدروژن تجزیه می شود. بله در داخل کلورپلاست اما در مرحله روشن، درست است. خب شاگرد عزیز اینی سوالات دیگه کارخانگی شما می باشه. شما کارخانگی را بسیار مرتب منظم حل می کنین. یادتان باشه که در ایام امتحان استادا کارخانگی تان می بینه و از روی کارخانگی براتان نمره می ده. صحیح شد؟ پس بسیار دقت بکنین و احساس مسئولیت کنین. صحیح شد شاگرد عزیز؟ در کارخانگیتان هم داده شد. عنوانی را که روز بعدی ما شما قرار است روز بحث بکنیم در رابطه با تنفس حجروی می باشه. فصل جدید ما شما خواد خاندیم. درست است. تا دیدار بعدی و جلسه بعدی شما را به لای پاک می سپارم. خدایا رو نگهدارتان.